سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم و دستگاه اینجور چیزان فرزاد فرزاد <laughs> <تصح> جونم براتون بگی که امروز اپیزود 191 ماست و اینکه من هدفون رو خیلی احساس قریبیه موقع صدای میشنوی آه؟ آزادی نداری خیلی آزادم اصلا عادت ندارم این همه آزادی باید یه ذره تحت فشار باشم همیشه تو زندگی ام... هم به فرپاچه چه خبر؟ بگو چی داری برامون اون یه ذره آدو شما کنید از فضای چی بگم بر تو؟ از فضا فضا فضای اه... خواهی از ورزشی هفته که... پیش رفتی بگی کدوم ورزش؟ خیلی ورزش یوگا رو میخوای بگی آره خیلی جواب ما چرا عملی ساعت نکردیم یک شنبه رفتیم آره, بعد. جاب. آقا ما رفتیم یوگا آه. من برای بار اول بود که رفتم یوگا و کارونم فکرم تو هم بار اولت بود یا قبلا رفته بودی نه من بیرون جایی نرفته بودم خود خونه, خودت یه هام میکردی و <تصفح> 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 میافتدی به حرکات کششی <تصفح> ما بار اول هم بود من و کارون خیلی با اعتاب نفس بالا بلند رفتیم, رفتیم. هاتی یوگا یه گرم 42 درجه ها 42 نوشته بود فکر کنم 42 48 48 فکر کنم ما 42 شنیدم از هر حال ما رفتیم و خیلی عج... خیلی جالب بود و من خوشم اومد یعنی من فکر نمی‌کردم خوشم بیاد و اینا ولی خب اول که شره شره عرق بود که از, آره. از آره. بدن ما میرفت. ما رفتیم اونجا این که هیچی نمیدونه رفتیم نشستیم روش بعد خانم مربی اومدن گفتن که اونایی که دفعه اولشونه بگن آره بعد مثلا ما گفتیم دفعه اول چند نفر بود این کلا سی نفر آقا بیست نفر هشت نفر بیست و هفت و نیم <تصفح> آره سال بزرگی بود بعد اینجوری بیست هفت و شروع کردیم با بیست پنج نفر دفعه اولمونه بعد گفتن که آب آوردید نه <تصفح> میبینی نه بردیم دیگه مو بعضی اینه گفت خب نه برید حالا بخورید چون به ریغی افتید اصلا یار من یه چی ایشو ما آب آورد بعد گفتن هر جام دیدید نمیتونید فشار نیارید و اینا آره آره و ما که آدمای پر رو و اصلا حرف گوش کنی نیستیم تا جایی که میشد فشار آوردیم به خودمون تا حدی که کارون تقریبا حالش بد شد ببین انقدر چیز بود گرم بود و عرق کرده بود اما این زیلوی که انداختم این زیر انقدر شده لیز روش یه داستانی شده بود آره دیگه به یه جایی رسید انقدر من نمیتونم نفس بکشم حس کردم داره حال... داره حالم بعد میشه رفتم بیرون دیگه رفتم اونجا هوای خنک زیر آب و اینا که دوباره زنده بشم برای اینا. پس اون گرما سختیش بود نه خود مثلا حرکت خود حرکت خودش مثلا تا... تعادل و ایناش خب آه. سخته ولی اون گرما فشار عجیبی داشت ولی آره نام. چیزی که من یاد گرفتم اینه که تعادل و مثلا اون انعطاف بدن و اینجور چیزا هیچ ربط به وزن آدم نداره آره. ببین آه. یه آقای بود که مثلا به مراتب از من چاختر یعنی چاغ چاق به حساب میاد ولی آقای یه جویی رفتن روزا از پشت خوابیدن حالا کسایی که دارن میبینن ویدیو رو آره ایمان داره انجام میده رو زانو نشسته و فکر کن رو دو زانو بشینی و بیای دیدی مثلا بندری عقب آقا اومدن کامل شونه ها رو زدن زمین اوه. و مثلا ایشون حداقل مثلا فکرم 65 رو داشت و اضافه وزن داشت ولی یه جوری برات فلکسیبل و منعتف بود و من و کارون مثلا میگفت با تو نبا کنین بیشتر از سی در من که یه بار کمر داشت میگرفت اصلا اون وسط ها بودم یه حرکت ما ازم بالتن هم گرفت کلا. آره خلاصه کلی احترام برای کسایی قائل میشیم که یوگا رو به صورت حرفه انجام میدن و قراره بریم بازم کی بریم میریم حالا خب ولی یه چیزایی میگفت من واقعا اینا رو نمیفهمم خب مثلا نه نه که چیزا نه که غلط باشه من نمیفهمیدم مثلا یه هم وسط میگفتن که انرژی مثبت قلبتون رو حس کنید مثلا تو اون وسط من دارم تمرکز میکنم که آقا روی, روی یه پا, با با پا اون یکی پام گذاشتم بالا دستام هم مثلا از دو طرف باز کردم انرژی مثبت قلب خانم الان تنها چیزی که میتونم حس کنم فشار رو کمرم یه جوش خیلی <تصفح> حرف قشنگ زدی تو یه نه همین حرکتی که گفتی روز بیای عقب داش میگفت توی این شرایط سخت که به همه جاتون فشار میاد سعی کنید اون دلیلی که براش اومدید رو به یاد بیارید و من چه دلیل کم <تصحق> کردن <برسن>. وزن کم کردن <تصح> وزن همینطوری میرم آقا <تصح> آره. من اون دلیلم نداشتم من آره گورو آره. فقط اومده بود که تجربه کنی نه من اومدم کششی برم آ استرچی هست حالا استرچی <تصح> هست آره. خیلی آره. استرچ میگیرم <تصح> دوست داری اون عاشق استرچ خیلی خوب آقا برو سر اصلا حتی یه ساعت یه بکنم چقدر قبل اینکه بری اینم بگم کاملا عوض شده هفته دیگه هفته آخر ماست برای دیماند. فصل نم. برای فصل چهار <تصفح> 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 برای فصل چهار هفته آخرمون هفته بیست و پنجم اه... یه دونه اپیزود میریم و لایف میریم و سعی میکنیم اون فرهادم که دست ما رو گوشت و پوست گردورم پیدا کنیم بیاریم بشینیم سر یکی ای از این سندلی ها این یه موضوع حالا توی اپیزود پنج هم با سکرار میکنیم یه زیدی هم که بگم خیلی طرفدار فرزاد پیدا کرده فرزاد یه بار میای جلو دوربین بعد بری فقط نه یه بار بیا صورت نشون بده من. هفته بعد همونجا گوشه دماغو خلاصه خواستم بگم که خیلی طرفدار و میگن که من توی حرف شما میپرم من همینجا از شما مزد خواهی میکنم خیلی کارت بده بفرمایید بله نورو ساینتیست داریم امروز خانوم شوک. تالی شرت سال 2011 یه کتابی منتشر کردن به اسم اپتیمیزم بایس بله هر واقع قشنگ ترجمه شده به اسم سوگیری خوشبختی باعث تو بالاخره من ترجمهشو پیدا کردم سوگیری آره نه من میگفتم پیش سوگیری میگه سوگیری با ویکی... سوکشیدن کشیدن فرق میکنه آره ویکیپدیا میگه سوگیری خود میگم خوشبختی خوشبینی خوشبینی یعنی تمایل به خوشبین بودن یه مفهومیه که همه ماها باهاش در ارتباطیم هم هم تجربه کردیم چجوری مثلا داستان زندگی مارکس لاکربرگو که میبینیم هممون اینجوری امکان نداره کسی اینجوری نبوده باشه تا دلش میگه اینطوری نگو امکان نداره تا میگه منم میتونم دیگه یه <تصفح> لحظه آه. آدم به خودش میگه که اون مثلا اونجوری الان توی سی و اندی سال بیلیونره چل پنجا بیلیون دلار پول داره منم میتونم آره دیگه خب بعد از اون مثلا مشابه چه نرخ طلاق بیان به تو بگن قبل از اینکه ازدواج کنی تو میگی من که خب طلاق نمیگیرم اصلا این آره آدم, آدم من چیز رو اولش حس نمیکنه آره همین یه ذهنش این... نمیاد دیگه آینده که صحبت میشه همه ما این ویژگی رو داریم بله جلوتر میگم چه ویژگی بعد این توهم هم داریم که در این تصور رو داریم که ما انسان های منطقی هستیم مثلا خودمون رو برای شرایطی که در آینده ممکنه به وجود بیاد آماده میکنیم مثلا ما غذای خوب میخوریم که سالم باشیم ورزش میکنیم نمیدونم پول آره پول پس انداز میکنیم نمیدونم خونه مقاوم میسازیم اگه پس فرد زلزله طوفان سیل هر چی که بود مثلا زنده بمونیم و اینا و فکر میکنیم خب منطقی هستیم و آماده هستیم و اینا در صورتی که ساینس من درست ساینس داریم میگه ما بیشتر یعنی انسان موجود خوشبینیه تا اینکه موجود منطقی باشه تا واقع باشه خب خب یعنی خوشبینی ما میچربه به واقع بودنمون مثلا همین راجع به نرخ طلاق بگیم میگه خب برای من که اتفاق نمیفته سرطان هم که من چه هیچ طلاق تو خانه آدم کارم <applause> که کارم هم که عمران از دست نمیدم بچه دارم بشم قطعا بچه هم یا خیلی باهوشه یا استعداد خفن ورزشی یا یه شک چه 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 و, و قهرمان میخوام بدم تعبیر جامعه رمپیکی خودم هم که قطعا از آدمای های همسن هم موفق تر هم اینجوری و خب اینا بعد نیست ها. اینا خیلی اتفاقات جالبی برای هممون هم میفته به صورت کلی چیه حرف اینه که ما آینده رو بهتر از اون چیزی که قرار اتفاق بیفته تجسم میکنیم همیشه همیشه و انقدر این اتفاق برامون افتاده که خیلی عادیه یعنی خب دیفالتمون اینه که خب آینده خب خیلی خوبه دیگه اه. اه. حالا میگم یه آخه نه, نه که میریم لا خودکشی دیگه آخه شرط خاصی داره مطالعه سال 2005 انجام شده اه. آدم های بالای 60 سال دقیقا به اندازه جوانان همسن ما نیمه پر لیوان رو میدیدن اه. یعنی خوشبینی تو اون سن اصلا کم نمیشه چه وسط دیدیم بیشتر هم شده خب و آها اتفاق جالبش چیه اینه میگه که ما ممکنه به مرور زمان بدبین بشیم به شرایط کشورمون خب یعنی مثلا همین اتفاق. ولی به خودمون نمیشیم آره آره نازم من جمله هم میگه اصلا میفهمم دیگه الان آنه. یه تلپاتی داره صورت میگیره که نگم براتون خب میگه ممکنه که بدبین بشیم به شرایط حالا کلی کشور یا شرایط چنم آموزش یا حالا این بحران تغییرات تغییرات چرا من امروز نمیتونم آموزی بکنی آم قرقره این تحمیل های خفن که میرن اخبار گفت نه باید سیب سیب آب درد ما رو کشید آره خب تغییرات اقلیمی و این داستان میگه ممکنه به اینا بدبین بشیم ولی تا به نه نه نمیخوام ولی تا بحث زندگی شخصی خودمون میشه خیلی بهش خوش بیریم. اینو اصلا اومدن توی یه سری آزمایش هم نشون دادن که اینجوری سال 2007 یه آزمایشی انجام دادن از آدما پرسیدن که به نظرتون مثلا شرایط خانواده ها خانواده ها الان موفق ترن یا مثلا تو نسل های گذشته آره میگه الان 70 درصد نه گفتن که تو نسلهای گذشته اینو دید کلیه راجبه همه 70 درصد گفتن نه خانواده دارن بد میشن الان اه. ولی از همونا که پرسیدن به نظرتون شرایط خانواده خودتون چجوریه 76 درصد باور داشتن که شرایط خانواده خودشون خیلی بهتر از بقیه آها یعنی بقیه بدتر شده ولی به خودشون که میرسه همه آره دیگه خوب مثلا میگم تو به شرایط کشور بدبین میشی ولی به آینده خودت بسیار خوشبینی خب خیلی جالبه جالبه خیلی جالب اقتصادان دانشگاه دوک توی کارولینای آمریکا برده. چون گفتن که اصلا آدمایی که خوشبین ترن حالا بیشتر کار میکنن پول بیشتری یعنی هم پس انداز میکنن آه. دارم ذهنها رو آماده میکنیم که چقدر این خوشبینیه خیلی قالبه و تو همه انسان ها دیده میشه پانچ لاین رو بعد اینجاش دیگه واقعا جالب میشه میگه که کسایی که دپرشن شدید دارن خب یه فعالیت غیر طبیعی توی بخشی از مغزشون هست که حالا جلوتر میگم مثلا هنمونتنا این باعث میشه که آینده رو بدتر از چیزی که قرار اتفاق بیفته ببینن خب یعنی تصور کسایی که دپرشن شدید دارن اینه که آینده از الان بدتره نمودار اینجوری اینو برعکس فکر میکنه آینده شخصی شخصی و دنیا و همه چی و این باعث میشه که اونا هم بل بشن چون هیچ میلی ندارن که تلاش کنن به خاطر همین باورشون خب از اون طرف آدمایی که ما بهشون میگیم سالم یعنی همه یه... یعنی اقل... اکثریت اکثریه. جامعه آ... باور دارن که آینده یه کمی بهتر از اون چیزی که واقعا قرار اتفاق بیفته اتفاق میفته یعنی باورشون از آینده یه چیز خوبیه که وقتی ما به آینده برسیم این فاصله داره با واقعیت یعنی آدمای معمولی آینده رو بهتر از چیزی میبینن که واقعا قرار اتفاق بیفته <applause> دسته سوم آدمایی که دپرشن ملو خفیفی دارند میگه می 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 اونا خیلی بیپلشن. دقیق میتونن آینده رو پیش بینی کنن دوور طیف و گفتیم میگه اینا که دپرشن ملوی دارن آینده رو خیلی دقیق میتونن پیش بینی کنن نه بدتر نه بهتر از چیزی که اتفاق میفته واقعا شبیه اون چیزی که هست و میگه ما یه مکانیزم عصبی توی مغزمون هست توی تکامل به وجود اومده که یه خوشبینی غیر واقعی ایجاد میکنه اه. خب یعنی تو همه انسان این مکانیزم عصبی خوشبینی غیر واقعی ایجاد میکنه و میگه اگه این مکانیزم توی مغز ما نبود همه آدم‌ها دپرشن خفیف داشتن گفتی با هرچی هم سن بره بالاتر این کمتر و بیشتر هم نمیشه, نمیشه. دیگه همون آره. میمونه یعنی همون آره. چیزی که باش به دنیا اومدی آره مثلا هرچی عاقل تر میشی هیچ ربطی نداره این این, 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 خوشبینی به آی... یعنی به آینده خودت که نگاه میکنی همیشه اسم کنی بهتر تو مثلا ورزش کنی 80 خورده بز... ورز... دیگه چی جوری میتونی به آینده خودت مثلا اتفاقا برای اینم جواب دارم یکی تو کورا پرسیده بود که اونی که 80 خورده ای سالشه چرا زندگی میکنه بعد یکی دیگه اومده بود جواب داده بود که من با اون 80 خورده ای سالشه از بچهای فامیل مراقبت میکنه ماشین همه رو تعمیر میکنه خونه هم تعمیل میکنه. زندگی زندگی رو تعمیر میکنه ولی زندگی زنده ای داره تو کدوم یکی این کارو میکنه فقط برو فقط بچهای مردم بخور خب آره میگه که آره این مکانیزم نبود مغز همه ماها یه دپرشن خفیفی پیدا میکردیم دا اصلا داستانی که آقا مغز طراحی شده که امیدوار باشه و خوشبین این خیلی جالبه ما هیچو حواسمون به این نیست همین می‌خواستم بگم تو مثلا ورزش میکنی ازت بپرسن مثلا یه ماه دیگه چه جوری تو نمیگی چاختر از الانم تو 100 درصد میگیم از الانم بهتر <تصحكت> اگه شانس ماسک سری هزار چاخترم <تصحكت> نه اون که چی میشه کاری نداریم باوره باور باورم اینه که تانی. میاد پایین 100 درصد اینه که تو آیتن. تنها دلیلی که آدم ادامه میده ورزش میکنه اینکه اینه که باورش همینه دیگه که میاد پایین تر دیگه درصدی مثلا ممکن واقعیت این نباشه که امیدوارم این باشه باوره دیگه واقعا بعد آها این همه دیگه دارم کالری میسوزونم ان که بشه میشه آقا میشه <تصفح> <تصفح> اکثریت باور دارن که حافظه شون عین ساعت عین فیلم داره کار میکنه یعنی جزئیات رو شما عین فیلم توی ذهنتون دارید و اینکه نه من چرا جا جه حافظم از با... به تاپیکش داره همیشه میگه نیاد اشتباه نمیکنه آره بعد اومدن آدمایی که تو حادثه چیز بودن اه... 11 سپتامبر 11 سپتامبر آره توی حادثه 11 سپتامبر بودن رو 11 ماه بعدش ازشون سوال کردن بعد حادثه آکه چه جوری اتفاق آره بعد حادثه سوال کردن اینا مثلا یه سری دیتیل رو گفتن یه سری جزئیات رو گفتن ثبت شده 11 ماه بعدش هم ازشون پرسیدن خب همشون باورشون این بودی که نه ما عینن همه چیزو یادمونه هر چیزی که یادمونه دست نخورده است و همش درست و اینا فقط 63 درصد این آدم چیزایی که اول گفتن و بعد از 11 ماه گفتن با هم مطابقت داشته <متصفيق> بقیهشون اصلا یه سری جزیات رو عوض کرده بودن تو ذهنشون و این تع... یه تغییر کرده بالاخره میدید چی برام جالبه اون گروهی که اومدن گفتن خب الان یه اتفاق خیلی عجیب افتاده بیاین یه دونه استادی مثلا انجام بدیم ببینیم, ببینیم که آدما حافظشون چجوری کار میکنن نورساینتیز ها خب مرتب مطالعه میکنن دیگه اینا هم خب فقط 63 درصد موضوعات جالبی آره فقط 63 درصدشون مطابقت داشته بعد خب برای اینا سوال پیش میاد که آقا چرا مثلا این اتفاق میفته دلیلش خیلی جالبه دلیلش چیه میگه که حافظه ما توی تکامل تکامل پیدا نکرده که گذشته رو عینا ما به یاد بیاریم یعنی عینه نوار نیستش که حوادث رو ثبت کنه و ما مثلا در آینده اینا رو عینا به یاد بیاریم میگه اصلا وظیفه اصلیش ممکنه این نباشه میتونه وظیفهش این باشه که ما آینده رو هم باهاش بتونیم تصور کنیم این خیلی جالبه چون ما باورمون از حافظه اینه که نه دیگه این دیگه دقیق و منم که اشتباه نمی کنم و هر چیزی به یاد بیارم دقیقا درسته ولی در عمل میبینیم که یه سری جزئیات ما داره یادمون میره یه اپیزود هم دمادش رفتیم دیگه که گفتیم چیزایی بد و ذهن اون سعی میکنه از خاطرش ببره به خاطر اینکه ام امیدوار بشه به زندگی آیندهش دیگه و اگر که اونطوری نبود که خیلی آره این حد فقط هم به چیزای بد اینو نمیگه حتی یه سری کلا میگه که ما یه سری جزئیات رو فراموش میکنه مغز یه سری جزئیات اصلا جایگزین میکنه دستکاری میکنه خودش انتخاب میکنه که چی رو جایگزین بکنه اینو میدونی من, من سر این, این تاپیک داشتم نمیدونم حالا یه تدتاک تاک چی بود ولی در مورد همین همی که خوندی همی که, همین که زمان میگذره مغزت مثلا تو یه شب تولدی که خیلی واسط خوب بوده اینا میگذره خیلی تولد خوبی بوده بعد میگفت سال بعد فکر میکنی چون خیلی اون شب خوب بوده اینا همه دیتیل ها رو یادته دیگه بله. با اینکه حالا یک سال هم گذشته می گفت اوکی اگه فکر کنی یه سری دیتیل ها رو میتونی حالا 80 درصد خاطر بیاری ب... یاد ببری فکر میکنی داری 100 درصد بعد میگفت همینطوری حالا دو سال از روش بگذره میگفت مثلا کاملا امکان داره که تو اگه پیرن سفید پوشیده بودی پیرن آبی داشت قشنگ تو ذهنت باشه که اونجا من آبی پوشیدم اصلا من چی نپوشی لخ بودم ولی <تصفح> <تصفح> خیلی جالب بود. بعد من دقتی میکنم بعد اینکه اینو شنیدم همه اینطوریان تا خاطراتو میگن مثلا می‌بینی که او تغییراتی از دیتیل و خیلی جالب راجبه ناخواسته البته دروغ کمافزه خاطراتی که از دور شما به یادتون میاد از زمانهای گذشته میگه تو اون خاطره رو که یادت میاد وقتی اون اتفاق افتاده رو دیگه یادت نمیاد آخرین باری که اونو یادت اومده رو یادت میاد آه چه جاله و تو هر بار که مثلا حالا یه تیکش از دست میدی مثلا هر بار که این اطلاعاتو فچ کنی مثلا از دسترسی بهش پیدا کنی اگه اون موقع مثلا یه فکری بکنی این تغییر کنه سری بعد این تغییره رو یادت میاد نه اصل قضیه رو آره. جالبه خیلی جالبه آره خیلی جالب شده اصلا همه چیز توی تکامل میگم بریم بعد میگه که آره ما اصلا طراحی شده که این بیاد این بخش حافظه طراحی شده که بیاد های آینده رو بررسی کنه یعنی از گذشته استفاده کنه آینده رو تجسم کنه برای همینه که این یه سری از این جزئیات رو ممکن اصلا حذف کنه تغییر بده جایگزین کنه با یه سری اطلاعات دیگه و یه آزمایش دیگه هم انجام دادن اومدن آدم ها رو ازشون پرسیدن راجع به اتفاقاتی که گذشته افتاده براشون ازشون خواستن یه شرایطی رو توی آینده هم تجسم کنن خب و این دوتا رو با هم مقایسه کردن بعد دیدن که توی تصور آینده حتی برای پیش پا افتاده ترین اتفاقات هم یه خوشبینی خیلی خاصی رو در نظر میگیرن خب مثلا همه ما با هواپیما بالاخره سفر کردیم تو هواپیما صندلی جاش بد بوده یه بچه حتما تو هواپیما گریه کرده اندیشه. خوابت هم که اگه پرواز دور باشه که نمیبره دیگه عاشق خواب تو هواپیما خب سخته بعد همین آزمایش رو انجام دادن پرسیدن که مثلا تصور کنید یه سفر آینده مثلا سفر طولانی گفتن توی پرواز هیچ بچه ای نبوده عین هشت ساعت رو خوابیدم رسیدم اونجا بیدار شدم خیلی حالم خوب بوده مثلا درد کمرم که ما رو نگرفت و رفته سه بار بیرون روی گرفت توی اون سفر در صورتی که همون آدم ازش که پرسی گذشته تجربه بعد داری قطعا یه تجربه سفر بعدی داره همین میخواد بگه که شما آینده رو که تجسم میکنید یا آینده خوشگلیه یا خیلی خوشبینانه حتی برای پیش پا افتاده ترین اتفاقات نه مثلا اتفاق بزرگی مثلا حالا اون 11 سپتامبر <applause> حتی برای پیش پا افتاده ترین ما یه خوشبینی خیلی خاصی رو در نظر میگیریم بعد یه مفهومی هست که ما هم همش باش سر و کار داریم ذهن ما همیشه انجام میده بهش میگن منتال تایم ترافل یعنی که شما به صورت ذهنی تایم ترافل در واقع منتال تایم ترافل به صورت ذهنی شما توی زمان سفر, سفر میکنی. میکنی یا میری گذشته یا میری آینده ده. و مغز تو مدام داره این کار رو انجام میده و میگه که این خیلی ویژگی مهمی تو تکامل بوده چرا به خاطر اینکه مثلا آینده رو تجسم <تصفح> میکردی که آقا مثلا سه ماه دیگه داره زمستون میشه این مواد غذایی کم میشه پس من الان باید بیام ذخیره کنم اتکار <تصفح> ذخیره <تصفح> کنم به خودش میگه من الان سختی میکشم کار میکنم که آینده پاداشش رو بگیرم اینا میگه چیزایی که مغز ما توی تکامل با سفر توی زمان تونسته به وجود بیاره و انقدر هم همیشه ما به این بقای میکنی. بشریت کمک کرده آره ما خیلی عادی عادیه برامون که این کارو میکنیم ولی نگاه کنی از بیرون شاید منطقی نباشه چرا مثلا یارو از الان شروع میکنه برای آینده وسیله جمع کردن چون مغزش این امکان رو بهش میده اه. اگه نمیداد ما این کار کارو نمی کردیم یعنی یه سری پیش بینی هایی میکنه برای آیندهش و برای اون پیش ها سعی میکنه خودشو آماده بکنه دیگه آره. بعضیا پول سیو م... پول ذخیره میکنن حالا پس انداز. پس انداز میکنن بعضیا اعتکار میکنن ارزش میکنن. میکنن میکنن آره بعد حالا این میگه این یه سر جلو که بریم با اینکه خیلی سود داشته برای بشریت برای تکامل ممکنه عواقب بعدی هم داشته باشه که اون عواقبش چیه <applause> لحظه ای که به مرگ فکر کنی خب که اینو یه زیست شناس توی یون... چیز یو سی دیگو دانشگاه یونیورسیتی کالیفرنیا سن دیگو گفته که اصلا همین فکر کردن به مرگ میتونسته تکامل رو به بنبست برسونه <applause> چرا به خاطر اینکه میگفت اون ناامیدی که آدم ممکن بود از مرگ از فکر کردن به مرگ بهش دست بده ممکنه او باعث بشه که همین کارهای ضروری برای زنده موندنش انجام نده ده. خودش شما مثلا ام نگه نداره بره تو جنگ ناقضا نخوره چون بی معنی میشد براش و میگو تنها راهی که باعث میشد این منتال تایم ترافل کمک کنه به آدم این بوده که یه خوشبینی غیرواقع واقع ای از آیندهش داشته باشه خب و این ویژگی رو ما انسان ها هممون داریم و مغز ما این رو به وجود آورده که به آینده که نگاه میکنی یه خوشبینی غیر واقع بینانه لزوما درست نیست اون چیزی که ما تصور توی ذهنمون میاد بهتر از واقعیته میتونم دقیق باشه ولی اکثر مواقع بهتره یه بهتره بعد آها اون حرفی که زدیم گفتیم که حافظه صرفا برای به یاد آوردن چیزا نیست یه ذره علمی ترش فرزاد احتمالاً میدونه بخش هیپوکامپس مغز که مسئول حافظه است میدونه دیگه اساسی حافظه است میگه توی آدمایی که اگه اون بخش آسیب دیده باشه توی اون آدما میگه اینا خب از گذشته چیزی رو یاد نمیارن حافظهشون کار نمیکنه این تعریفی که ما از حافظه داریم میگه این, آین... آدما دیگه آیندهرم نمیتونن تصور کنن اصطلاح میگن گیر کردن توی زمان, رفتن حال اصلا توی مایندفولنس شماره یک دیگه فورست مایندفولنس بهشون تحمیل شده آره و این خیلی اتفاق جالبیه دیگه یعنی این حافظه در واقع نه فقط برای گذشته ماست با... به ما کمک میکنه که یه تصوری هم از آینده خودمون داشته باشیم جالبه اگر که مثلا کس اینطوری باشن خیلی برای ما جالب بدونم مثلا زندگی های خیلی خوب و نه دارن. خب حافظه مثلا کوتاه مدت هم اگه بره دیگه اصلا خوب نیست نه اون کوتاه مدت هم تاثیر میذاره یا شما بله بله. آها یعنی اتفاقی که میفته دیگه کلا چی نمیاد در... درجه کمی بلند مدته آره درجات مختلف والا آسیب آره. میتونه داشته باشه ها. اوکی من فکرم مثلا از گذشته ای چی نمیاد به آینم نمیتونی فکر کنی ولی از نمیشه. الان مثلا به بعد که دیگه بیدار شدی از اون حادثه مثلا دیگه آه. تو دنبال یه لیستارتی آره <تصفح> خیل <خواهد>. آره خیلی خوب نیست و همینگه میگه میگه ما مرتب توی ذهنمون داریم تو زمان سفر میکنیم به گذشته به آینده ولی میگه این اتفاق تصادفی و رندوم نیست شما به یه سری به یه سری اتفاقات خاص مرتب فکر میکنی مثلا به آینده که نگاه میکنی همون دیگه مثلا یه کار خوب گرفتی یه عالم پول داری یه بچه خیلی نابی داریم. قهرمان جان. آره و میگه راجع به چیزای بعدم فکر میکنیم ما که مثلا ممکنه کارمون از دست بدیم و نمیدونم رابطه‌مون خراب بشه ولی مدت زمانی که به چیزای بعد آینده فکر میکنیم بسیار کمتر از چیزای زمانی که به بخش خوبش فکر میکنیم چقدر موجودات عجیب و بدی هستیم آره یه ذره بیشتر از حرفای فرزاد بزنیم تحقیقات نشون میده که تفکر مثبت نسبت به آینده داشتن به خاطر ارتباط دو تا مغزه. مغز یکیش فرانتل کورتکس <م shiny> که یه بخش بزرگ پشت پیشونی شما ظاهرا از بخش های دیگه مغز دیرتر به وجود اومده توی تکامل بله و مسئول چیه؟ مسئول زبان و هدف و این داستان هست. این بخش جلویی مغز پشت پیشونی میگه این که ارتباط برقرار میکنه با <battling> ساب کورتیکل ریجنز که اصلا جاهای مختلفه مغز. که خیلی تو قسمت دیپ و عمیق مغزن اینو گذاشتن زیر امارای دیدن خب ارتباط این دوتا بخش بسیار مربوط به تصور مثبت داشتن از آینده اینا گذاشتن آدم رو زیر اماره گفتن مثلا یه اتفاق خوبی رو تجسم کنید مثلا یه دیت خوبی رفتی مثلا اولین بار با یکی بیرون یه پول زیادی به مثلا یه کار تو دیت؟ تو دیت یه پول مختلفه اینا با هم نیستن یکم رفتی تو دیت یه یه پولی به نه بعد به چیزایی تا... چیزای تف... فکر کنی مثلا چنم به هم زدی دنم کارتو از دست دادی مریض شدی پول... کی فولت گم شد این داستان است است. و همه آدما از اماره اومدن بیرون گفتن تجسمشون از اتفاقات خوب بسیار شفافتر از تجسمشون اتفاقات بعد رو. از اتفاقات بده یعنی آقا ما به آینده فکر میکنیم، همیشه خیلی خوشگل بشنیم اصلا... شفاف و قشنگ میتونن ببینن میتونن تصورش کنن آره بخونن. با جزئیات خوشگل اینا و دیدن توی اون موقع دو تا بخش دیگه از مغزم فعال بودن آخ آخ. اون بخش امیگدالا درسته بل. بخشی که مربوط به احساس امیگدالا امیگدالا آره بخشی که مربوط به احساس یه جای کوچیکه توی اعماق مغز خیلی هم زود توی تکامل به وجود اومده و یه جای دیگه سی یه اسم خیلی طولانی داشت خودش خلاصه کرد و من میگم که اون بخش مسئول احساس و انگیزه است میگه که دیدن توی آدما وقتی دارن راجع به چیزای خوب فکر میکنن که توی آینده قرار اتفاق بیفته این دو تا بخش هم خیلی فعالن و چی بوده اونجا گفتم آدمایی که خیلی دپرسن یه بخشی از مغزشون درست کار نمیکنه دیدن ابنورمال اکتیویتی یعنی یه سری فعالیت های غیر نورمال آنورمالی داشتن توی همین دو تا بخش امیگدالا و آر سی سی درست. برای اینه که آدمایی که دپرشن دارن به آینده نگاه خوبی ندارند ولی در صورتی که آدمای معمولی آینده رو که نگاه میکنن یا آینده خوبی رو تجسم میکنن این دو تا بخش مغز است که داره این کار رو برای ما انجام میده و تو آدمای معمولی خیلی خوب میبینه اینا اونی که دپرشن داره خوب نمیبینه و حالا پس ما ها خوش بینیم انسان به صورت کلی اصلا تکامل پیدا کرده که به آینده دید مثبتی داشته باشه خوشبینانه نگاه کنه و این باور رو داشته باشه که بهتر از الانش خواهد بود و حالا میگه این خوشبینی ما آیا تأثیری توی واقعیت داره خب یه وقتی من میتونم یه سری باورها داشته باشم مثلا یه سری باور دارن زمین صافه خب درست. این باوره... خیلی نه این باور این باور اینا هیچ تأثیری تو واقعیت نداری تو مثلا به جاذبه باور نداشته باشی این جاذبه که از بین نمیبره جاذبه داره کارشو خود... کار خودش میکنه انجام میده حالا شما به این باور داشته باشی که آینده خیلی خوشبینه و اتفاقات خوبی میفته این تو واقعیت تاثیر داره این میتونه تاثیر داشته باشه یه آزمایش جالبی رو انجام دادن تو در واقع جاهایی که شو تحت کنترل شماست خب یه استادی برداشته دانشجوهاشو فرستاد زیر همین دستگاه ام این دستگاه ام خوب شد دستگاه آره <applause> تمام چیزای <applause> کلی از سوالات مغز و اینا رو تو این جواب دادن دیگه دیدن آه. کجا مثلا فایر میکنه فهمیدن که مثلا این بخش از مغز مسئول رسیدگی به این اتفاقات قبل اینکه اینا حالا فرض کن اینا یه تسکی هم داشتن یه کاری رو باید انجام میدادن که یا یه سوالی رو باید جواب میدادن زیر دستگاه امارای و اینا این استاد با دانش آموزاش رو به دو بخش تقسیم میکنه یه گروه اولی که میخواد بفرسته بهشون یه سری لغات انگیزشی میگه مثلا شما باهوشی شما مثلا خیلی آره خیلی مثلا درست حسابی خوب فکر میکنی یا اون یکی ها رو از اون ور خاک تو سرتون بدبخت <تصفح> چی جوری اومدی تو این, پرکر. آره این میگه خب بدبخت گیره خیلی خالی <تصفح> بخیر جالب میگه گروه اول اونایی که بهشون لغت خوب گفته وقتی که حالا اون تسک رو داشتن انجام میدادن اگه اشتباه میکردن مغزشون روشن میشده یه جاهایی از مغز حالا فایر میکرده اون نورونا و اینا باعث میشده که اینا تلاش کنن اون تسکر رو درست انجام درست بدن, انجام بدن. میگه اون بخش دوم که از اول مثلا بهشون گفته بودن خیلی خری میگه اصلا مغزه انگار سورپرایز نمیشده وقتی اینا داشتن کارش این که خرم تو هر چیز گفتیم باش میگه اون گروه دومه مغزش کاملا آماده بوده که این بره فیل کنه و باعث میشه که اون گروه دومه دیگه تلاش خاصی انجام نده،, نده, که رفتار خودش رو اصلاح کنه و مثلا جواب اون سوال رو درست بده اون تسک رو درست انجام بده یا هر چی فقط به خاطر اینکه اون استاد قبلش مثلا به اینا چیزایی گفته بوده که آره این آزمایش آورده بوده پایین آره این آزمایش برای این بوده که آقا آیا خوشبینی ما نسبت به آینده تغییری توی حقیقت ایجاد میکنه یا نه راجب جاذب و صاف بودن یا نبودن زمین و یه سری حالا مسئله ماورایی <applause> این که من چی فکر میکنم واقعا هیچ تأثیری توی چیز نداره واقعیت ولی راجب یه سری چیزها این تاثیر داره تو اینکه راجب آینده حس کنی که بسیار خوش هیکل شدی این تاثیر میذاره روی تو تو زمان حالت بری تلاش کنی و به سمت اون هیکل مد نظر خودت حرکت کنی ولی اگه من <applause> همین الان به شما بگم آره تو پس پیش علیه اگر نتونی بپری بالای جعبه دیگه نمیری <applause> <applause> آره واقعا راست میگه همین پس خوشبینی ما میتونه به توی آینده هم یه تاثیر داشته باشه یه تغییراتی تو آینده بده حالا میدونم به چی فکر میکنم به این خانواده هایی. <applause> که از بچگی میزنن تو سر و بچه ها مثلا میگن تو مثلا فلان کار نمیتونی بشی صد درصد نمیتونه دیگه آره. همون اصلا طرف شروع نکرده بهش میگن نه مثلا خودشم موزیسی هم بشه میگن نه تو که حتما باید دکتر بشی از اون هم هست یه سری خونه آدم میگن چی دیگه اعتماد به نفس میشی <تصفح> <تصفح> وسط آره. دو باشه ولی جالبه دیگه اینو من خود میدون... نمیدونستی نه من نمیدونستم ولی اینکه که میگفت مثلا من داشتم میخوندم متنش و اینا رو میدیدم واقعا اینجوری ما راجع به آینده که فکر میکنیم همیشه نگاه مثبتی داریم دیگه هیچکی نمیاد بگه مثلا آینده آینده شخصی کلیو کاری ندارم راجع خودش که فکر میکنه نه دیگه من تو آینده قطعا مثلا دانشم بیشتره نمیدونم سوادم بیشتره مهارتام بیشتره پول بیشتری هم دارم هیچکی نمیاد بگه نه رو با تمام او او آره اون برای کسی نمیاد بگه دو تا آزمایش جالب دیگه هم انجام دادن اینکه فکر تو چه تغ... تاثیری میتونه روی در واقع برداشتت از یه سری اتفاقا داشته باشه یکی اینکه اومدن اسم یه سری مریضی رو دادن به آدما مثلا دستت بشکنه پات بشکنه آلزایمر بگیری فشار خون بگیری این داستانا خب بعد گفتن از نظر شما کدوم اینا بده بدتره مثلا با. چیز کنید طبقه بندیش کنید و اینجوری خب هر کی مثلا یه لیستی داشته و اینا بعد بهشون گفتن که اگه مجبور بودید یه دونه زیاد بگیری کدوم انتخاب میکردی خب ای. اینا راجبه چیز فرضی آینده است مثلا گفته یارو من ترجمه میدم پام بشکنه آه. خب بعد دوباره ازش پرسیدن حالا نظرت راجع به پاشه چیه مثلا اون موقع گفتی نمره 3 از 10 میگیره الان چی میشه میگه به محض اینکه اینا اتفاق یکی از اینا رو انتخاب میکردن نظرشون راجع به شدت اون مریضی کم میشد آره ام. مثلا میگفت فکرش یه جاهای دیگه هم میرفت میگفت خب شاید خوب باشه دیگه من میتونم صبح تا شب رو تخت دراز بکشم فیلم ببینم احساس مثلا چیزم نکنه عذاب وجدانم نکنم که با میشدم کار میکردم بمب یعنی مغز راجع به آینده که فکر میکنه همیشه یه دنبال اینه که یه, یه راهی یه گوشه <تصفح> مثبتی از اون قضیه رو به تو نشون بده که سوی امیدی و دوست داره بگرده پیدا بکنه که اگه نکنه تو هیچ کاری نمیکنه اصلا نسل بشر منقرض شده بود بله این چیزی که ما خیلی ممکنه حواستمون بهش نباشه ناخداگاه ولی داره این کار رو انجام میده بسیار زیباست مغ یه کار دیگه هم کردم 80 جای مختلف دنیا رو فرض کن آه. تو قرار 80 جا سفر کنی. خب من واقعا دیگه نمیشه یه گفتم مثلا یه رو دادن گفتن تو شماره گذاری کن کدومها بهترن و اینا. آه. بعد اون دو جایی که مثلا تو عینا شماره گذاری کرده بودی از نظر تو جفتشون یه اندازه مطلوب بودن. آها آه مثلا تو به مثلا لیست هشتاد تا, تا کشور دادم مثلا پاریس و مثلا میلان و گوشه بودی مثلا هشت از ده آره میگه این دوتا رو انتخاب کن یکیش رو بگو میخوای بری خب کدوم میری مثلا پاریس و میلان من میرم میلان خب فرصم تو مثلا رفتی میلان میخوای بری میلان بوچه هوایی بعد <تصفح> میگه به محض اینکه تو این انتخاب رو میکنی مستقل از اینکه قبلش تو گفته بودی نه از نظر یک تو یکسان ارزش داره الان میره بالا بلا فاصله مغزت میگه خب مثلا ایران بهتر حیده. بازی چه دست مغزمونی به کارایی میکنه اصلا خودمونم بی خبریم ازش ولی بسیار جالب و زیباست و آه این آخرش هم که چرا مثلا این خوشبینی ای توی فرند تکامل بگو نه نه ایچه. چرا تو فرند تکامل انتخاب شده و در واقع گسترش پیدا کرده تا توی ماها هوموسیپین ها دلیلش اینه که شانس زنده موندن رو بیشتر میکنه باعث میشه که ما انسان های سازگارتری باشیم گفتیم تو تکامل اونی زنده نمیمونه که قوی تره اونی زنده میمونه که سازگارتره و این باعث میشه که آقا حالا مثلا شرایط مطلوبی داری فکرت اینه که اگه پس فرد و فلان اتفاق بعد بیفته دیگه وای من دهنم سرویس رو نمیتونم ولی اون اتفاق بیفته مغزت بلافاصله خودش طوری تطبیق میده و طوری به تو انگیزه میده که حتی توی اون شرایط هم بتونی ادامه بدی و که غیر این بود میگم دیگه ما احتمالا تو قار مونده بودیم و اصلا لاغار میگرد. بودیم آره یه انگیزه ای بوده یه امید یه وقتای واهی ولی یه امیدی به آینده بوده که باعث شده انسان رو به جلو ببره و اینا رو گفتیم که چی بگیم بگیم مغز ما طراحی شده برای این کار اه آه که تصوری که از آینده داریم بهتر از چیزی باشه که ممکن اتفاق بیفته و با همین رویه ما امیدواریم که آینده ای که برای ما اتفاق میفته بعد از برابر شدن قیمت بنزین و این همه فشار یه چیز خوبی از توش در بیاد واهی نباشه چند دقیقه شد داستان ما؟ چلو دو چلو دو میخوایید سویچ کنیم بریم جالبه رو, رو روی اپیزود من بریم 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 خیلی خوب سیزیگه نبود؟ آه. کمپانی جوراب سفید تو اجرا داره خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مرتبات مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه ویدیو دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدا